درود خدمتتان عزیزای دلم سلام و وقتتان بخیر امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین یک دنیا ممنون شما که برای دیدن ما رو انتخاب میکنین ما هم همواره تلاش میکنیم تا بهترین های افغانستان رو تقدیم شما بسازیم این بار سمیر مجروع با یک گزارش متفاوت خدمت شما ایزان قرار گرفتم خوشبختانه خوشبختانه کارخانه تولید قند شمال کارخانه تولید قند بغلان دوباره به فعالیت خود آغاز کرد کارخانه تولید قند بغلان که سالهای سال قدامت تاریخی داره و سالهای سال میشه که از کار باز مانده بود متوقف شده بود بر اساس مشکلاتی که پیش شده بود و بر اثر جنگ داخلی که در افغانستان بود کاری آمریکا متوقف شده بود ولی امروز خوشبختانه خوشبختانه کاری کارخانه دوباره آغاز شد این بار پرانرژی تر قوی و گام های مستحکم تر فعالیت خود آغاز کرده قرار است این بار روزانه 100 تن قند برای هم از این ما تولید بکنه با اثرگیری دوباره فعالیتش بر هزارها هموطن عزیز ما زمینه کار مساعد شد افغانستان یک کشور مصرفی در قند هست و تا امروزه ما قند از کشورهای همسایه یا شکر از کشورهای همسایه وارد میکردیم با ایجاد با به فعالیت رسیدن دوباره این فامریکا یک مقداری به سمت خودکفایی و یک مقدار هم به سمت تولیدات خود گام بهتر و خوبتر برداشتیم یک ویدیویی بر شما آن آمده ساختیم در رابطه به تاریخ و نویت کارخانه بر شما ایزان معلومات ساختیم امیدوار است ویدیو را تا آخر دنبال بکنین و مورد پسندتان قرار بگیرن و نظرات دونن در رابطه با این ویدیو بر ما ایزان در کومنت بنویسین نظرات شما ایزان قابل قدر است بر ما ویدیو را مشاهده بکنین دوباره زود و زود برمیگردیم بزرگترین کارخانه قند در شمال افغانستان بعد از سالها توقف دوباره به فعالیت خود آغاز کرد این کارخانه قرار است روزانه 100 تن شکر تولید کند و برای بیش از هزاران نفر فرصت های شغلی فراهم بسازد سلام و وقتتان بخیر همراهان گرامی خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما در این ویدیو ما قصد داریم برای شما در بار بزرگترین کارخانه تولید شکر در ولایت بغلان مرومات ارائه بر... کنیم فمریکی قند بغلان در سال 13 ابد تحت گذاری شد و در خزان 13 هجری شمسی به تولیدات خود آغاز کرد ظرفیت تولید این فمریکه در آن وقت به 700 تن در 24 ساعت بالغ می شد از این که فیصدی شکر در لب لبو متفاوت یعنی 14 الا 20 درصد می باشد استحلال شکر سفید از لب لبو نیست، نیز دارای نوسان ساده می باشد. مواد خام اساسی این فامریکر لب لبو می باشد که ساحه بغلان از لحاظ آب و هوا برای کشت و زراعت لب بسیار مساعد می باشد. تحقیقات اساسی قبل از ایجاد فامریکر در این زمینه صورت گرفته بود. مقدار تولیدی فامریکا از آغاز کار تولید دارای نوسان بوده کلت های مختلفی را دارا می باشد. در سال 19 تا به بلندترین شرکت تولیدی که سه برابر از ظرفیت اولی می باشد مایل آمده بود. و بعد از آن در اثر جنگ ها از سال 19 تا ظرفیت پایین آمد و بعد از سال 1991 میلادی فامریکا از تولید باز مانده است. در کارهای تکنیکی فامریکا فا موسسات از کشورهای آلمان انگلستان سهم داشتند علت توقف در سالهای 13 افتاد دوی هجری تا 13 اشتاد قسمی که معلوم است هر فامریکی تولیدی در هر مملکتی که باشد از لحاظ تامین مواد تکنیکی مثل ماشین آلات و سایر ضروریاتی که برای پروسس و تولید ضرورت می باشد باید با یک یا چند مملکت سنتی در ارتباط مستقیم باشد که متاسفانه در اثر جنگ های داخلی این امکانات در افغانستان از بین رفته بود. فامریک فا شکر بغلان نیز متقبل این اثرات گردید. و سالهای درازی به حالت توقف برآمده بود. بار دیگر سال 1392 هجری خورشیدی کار این کارخانه به فعالیت آغاز کرد. این بار بعد از توقف چند ساله با تولید 50 هزار کیلوگرم شکر در روز فعالیت خود را ادامه داد. اما در سالهای اخیر فعالیت کارخانه متوقف شده بود. بنابراین کارخانه قند بغلان چندین بار در طول تاریخ با توقف و بازسازی مواجه شد و فعالیت های آن در سالهای مختلف وقفه داشت. در نهایت مقام های امارات اسلامی در هفته گذشته اعلام کردند که این کارخانه ای قند بغلان دوباره به فعالیت خود بازگشته است و این بار قصد دارد روزانه 100 تن شکر تولید کند همچنین زبی الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی اعلام کرده است که این کارخانه ای قند بغلان برای بیش از هزاران تن زمینه کار را فراهم خواهد کرد قسمی که افغانستان از لحاظ مصرف شکر یک مملکت مصرفی هست و مصرف سالانه شکر تقریبا به 650 هزار تن شکر میرسه فامریکه فیلی یعنی فامریکه قند بغلان از این مقدار شکر صرف سی فیصد را تولید کرده میتواند و برای این مقدار به 5 عدد فامریکه تولیدی شکر با ظرفیت ده هزار تن در شبانه روز ضرورت است. از این لحاظ برای فروش و شکر تولید شده در افغانستان مارکیت با ثبات دیده می شود. این بود ویدیوی ای امروزی ما که تقدیمتان شد. اگر می خواین همین از جدیدترین و بهترین برنامه های ما کار کانال ما را لایک و سابسکرایب بکنید. تا درود دیگر بدرود. های عزیزم ای بود گزارش امروزی ما که تقدیم شما ایزان شد امیدوار استم گزارش شما را تا دنبال کرده باشه و مورد پسند شما ایزان قرار گرفته باشه ناگزیر هستم که از حضور شما خوبان هم خدافزی میکنم چون وقت برنامه ما هم باید ما هم تا دیدار بعد بدرود